بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وانئم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقره عيننا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته حيث قال الله عنهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين اللهم نور قلوبنا بالعلم وصهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم نور قلوبنا بالعلم وصهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم بنام أنك برما أغلو دين داد. بما توفیق خیری این چنین داد سپاس و حمد دائم آن خدا را که نعمت های بی حد داد ما را درود و هم سلام بی نهایت به روح مصطفی ختم رسالت به آل و صحب آن فخر دو عالم به هر روز و شبی هر آن دم آدم خصوصاً بر روان چهار سرور ابوبکر و عمر عثمان و حیدر که هر یک کوکبی برج خلافت درود حق بر ایشان بینهایت خدایا هر چه داریم از تو داریم بجز تو از کسی چیزی نداریم به ما بخشیدهیای هر گونه نعمت به ما هرگز نشایه دست و غفلت تمام هستی ما از برایت تن و جان و روان ما فداید ندانم من چه چی چیزی بهرهمان به خداوندا به ما آنده که آن به به شافی رحم کن او را ببخشا تو دستش گیر و ما را هم و او را افوش بفرما با هم دو سپاس و, و ستایش بیهد بر خداوند متعال تنها خالق و تنها مالک تنها مدیر و تنها مدبر تنها روزی دهنده و تنها روزی گیرنده تنها مریض کننده و تنها شفا دهنده. تنها زنده کننده و تنها میراننده کارها همه و همه تنها در دست توانای قدرت اوست و بس غیر از او هر که باشد همه کس در همه چیز به همه چیز به او نیازمندند چه امام باشه چه معموم باشه چه پیغمبر باشه چه فرشته باشه چه بزرگ چه کوچک همه به او نیازمندند انتم الفقراء الی الله همگیتون گدایان و دربار خدا هستید مختاجان و دربار خدا هستید و برای چنین دعوت روشن و واضحی برای چنین توحید و یکتاپرستی برای چنین خداشناسی رسولان فرستاده قاصدان نه امامان که دروغگویان تراشیدند امامان جعلی که آنها رو از پیامبران بالاتر بردهاند خود اون ائمه بزرگوار هرگز چنین ادعایی نکرده اند درود خداوند بر اون پیغمبران راستین از آدم تا خاتم به خصوص به سرورشان و تاجدارشان و پیشوایشان و امامشان و رهبرشان و پیشنمازشان در آسمان جناب محمد مصطفی علیه السلام و علیه و صحبه الكرام که او تاجدار رسول است او رسول, او رسول را ختم و ما اقوام را داد ما را آخرین جامی که داشت در این مرحله و درود خداوند بر اطرت تاهراش بر آل بیت پاکش و لعنت خداوند بر کسانی که اونها را ابزار دست خود قرار دادند و در غلو و, و افراد کردند و اونها را از پیانبران بالاتر بردند و این دین عظیم توحیدی اسلام را به شرک و به حقارت و به ظلم و به تروریسم و به هر بدی که هست مبدل کردند به نام اون ایمه بزرگوار بزرگ این پلیدان نام اون پاکان را خراب کردند و درود خداوند بر نسب پاک محمد باد و درود خداوند بر همسران پاک و پاکیزه محمد باد که مادران مؤمنانند نه مادران بی و سبابان و شتامان و کسانی که در لجنزارهای تکیه ها و حسینی ها و حوزه های شرکیه بی تربیت شده اند و پهاشی می کنند بلکه مادران مؤمنان و صالحان و نیکان و موحدان پیروان راستین قرآن و سنت نبوی که سواد اعظام مسلمانان باشند و درود خداوند بر اصحاب محمد باد که به پیامش چنگ زدن به احکامش عمل به احکام کتابش عمل کردند. جان و مال و خود را چنان در این راه پدا کردن که خداوند اونها را الگوی همه مؤمنان قرار داد و به همه مؤمنان بعد از اونها از اهل بیت و غیر اهل بیت خیلی سریح و روشن فرمود اگر بخواهید همچنان که من از اونها راضی شده هم و به شون وعده بهشت دادم از شما نیز راضی باشم و به همون بهشت ببرمتون به نکوی از اونها پیروی کنید نه مثل باندهای خبیس باطنیه مدعی تشیع از اونا فهاشی کنید و بدگویی کنید منافقانی که عربیت بیت محمد را ابزار دنیا و سیاست لعین خود قرار داده اند همچنان که سلف هایشون بیت هارون را همینطور ابزار خود قرار داده بودند و این تکرار همون تجربه شوم است که به وسیله باند خبیس ابن سبع و امثالش در اسلام تزریق شد و شیعه. یا متاسفانه قربانی افکار این باندهای به ظاهر شیعه و به باطن مشرک شدند خدا من نجاتشون بدهد و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و مصفان از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که در این روزی که صالحان مؤمنین روزه گرفتند که خداوند روزهاشون را بپذیرد و در فردایی که جمعه باشد که بزرگترین عید مسلمانان است حتی از عید پترو عید قربان هم مهمتر و بر هر مرد مسلمانی فرض عین است که در نماز جمعه شرکت کند و نمازی را که مسلمانان 1400 سال پیش شروع کرده اند تا الان تازه باندهای فریبکار تقیه باز تشیع اونو تازه عبادی سیاسی قرارش داده بعد از سال هنوز یک نفرشون واجبش واجب عینی نمیدوندش به دلیل اینکه اگر واجب عینی باشه نمیتونه غیبت کنه خمینی چند تا نماز جمعه خوند؟ هیچ چرا؟ برای که یک موهومی یک بوتی یک دروغی به نام امام زمان تراشیدن، تا به وسیله این بوت و این دروغ و این جعل که, که ادامه جعل و تصویر امامت است همه احکام اسلام را طبق دل بخواه خود تغییر بدهند کل امامت و امام زمان و ولایت فاقی برای این درست شده کشتی از اسلام و نگه برای فریب دادن عوام اما اصلش رو تغییر بدهند و این همون وصیت شوم یزدگرد شکست خورده فراری است که, که توصیه به تفرق اندازی در میان مسلمانان بود خداوند به مؤمنان و صالحان و هدایت شدگان توفیق ادای این فرض این را بدهد در هر جایی که هستند به هیچ صورتی مگر حتی در زندان هم سقوط نمی کنه اگر, اگر جمعی باشه اگر امکان نماز جمع خوندن باشه مگر در سفر در حالت سفر فقط یا در حالت مریضی ولی در هر جایی که هستید بخصوص در شهرهای شرک مدیان تشیع سه نفری شده چهار نفری شده پنج نفری ده نفری در خونه و نماز جمعه ادا کنید پیامبر اکرم می فرماند کسی که کس سه هفته نماز جمعه رو ترک کنه از منافقان نوشته میشه و از خداوند متعال تقاضا دارم در این لحظاتی را که مشرف به خدمتتون هستم آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بند جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند و خداوند را شاکریم که به ما شما توفیق داده که بر گرد بهترین سخن حلقه بزنیم از امریکا تا روسیه تا لاهور تا ایران تا پاکستان که سلام تک تک شما به خصوص به بلبلان گلزار نبوی در معهد عالی در دانشکده علامه شهید به اذن الله احسان الهی زهیر کس خدا من تقاضا دارم که به دیوانان ما به طلاب ما در سراسر ایران به خصوص توفیق بدهد که از این فضای تنگی که هستند که در جو استبداد و دیکتاتوری هیچ کسی هیچ چیزی نمیتونه بگه حتی دین هم نمیتونه یاد بده و از اکثر مله ها رو میبینید اکثر علما رو اکثر منا یا بسیاری از اونها رو اینهایی که ظاهرا مجبورند منافقت کنند تقیه کنند مجامله کنند نصف دین رو بفروشند در چنین جوی خودتون رو آزاد کنید چهار سالی نفس آزاد بکشید در یک جو آزاد دین رو یاد بگیرید و از خدا من میخوام که به تک تک شما توفیق بده که از این فرصت تلایی استفاده کنید و از علم و دانشی که در این مدرسه نمونه هست استفاده بکنید و از اینکه ما را مهمان خانه های خودتون قرار داده اید از خداوند متعال تقاضا دارم که خانه های ما و شما را با نور علم و عمل و تقوا و تقید به احکام دین و توحید و قرآن و سنت منور بسازد و از ظلمت و تاریکی شرک و بدعت و بیدینی و بی قید و بندی و بددینی و خرافه و بدعت و سینهزنی و زنجیرزنی و نوه خانی و امام تراشی و هران چی از ادبیات ننگین شرک آلود حوزه های شرکیه قوم و نجف و نان بخورانشان می باشد خانه های ما و شما را قلوب ما و شما را افکار ما و شما را پاک و مبرا نگه دارد بهترین سخن سخن خداوند است قلب ها را پاک می کند و بهترین شرح شرح نبوی که افکار و سالم و پاک می کند

تفسیرش را ان شاء الله قل انظروا ماذا في السماوات والارض خداوان دعوت به تأمل و اندیشه در هستی میکند در بخصوص از در از عالم الوی شیاطین دین فروش و دین پناه و امام تراش و بدعت گزار مردم و دعوت به تأمل و تفکر و سین زنی و زنجیرزنی زنی روی چاه ها و روی قبرها می کنند درست در تضاد با دعوت انبیا همه انبیا اون اینها خود را شیعه می دانند خود را صوفی می دانند خود را بزرگ دوست می دانند خود را مسلمان می دانند قرآن کمر همه اینها را شکسته است ولذا ما از همه شیعیان ارجمان و صوفیان ارجمان تقاضا داریم که با عقل باز بروید به سوی قرآن تا ببینید که چه کاری با عقلتون با جانتون با نفستون انجام میده قل انظروا ماذا في السماوات والارض بنگرید که در آسمان ها و زمین چی هست این همه آیات آیات خداوند مخلوقاتشه نه موهومی نه ب... نزایده تو ته ها فرستاده شده کور کار کرد، کردن مردم این طوری است و ما تقن الآیات و عن قوم لا یؤمنون این پسوند به اصطلاح یا دنباله آیه چه مقصود ازش سؤال استفهام باشه یا تقریر باشه ماحصلش معداش یکیه چرا؟ بر اینکه آن چه در آسمان ها و زمین هست مملو از آیاته مملو از نشانی هاست برگ درختان و سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار لکه بلا تشبیه گاوی ورقی رو ببینه میخوردش مثال ارز میکنم هوشیاری میخواد فقط و همه روحانیت های دجال چه در لباس امام پرستی چه در لباس مسیح پرستی چه در لباس عزیر پرستی در ادیان متعدد و چه در لباس های دیگه این هوشیاری انسان رو ازش میگیرند مقلد خودشون درست میکنند مقلد پروری میکنند مرید پروری میکنند، جاهل پروری میکنند. ورز قرآن میفرماد که این آیات و این انذارها و این هشدارها به کسانی که ایمان ندارن سودی نداره به کسانی قلبشون با نور ایمان مناور نشده اینا ایمان نمیارن یا مثل خرافیان مثل امام تراشان شرک میورزن همه این آیاتو به جایی که به خدا بدهند به خدایان خود ساخته خود میدهند که اسمشون رو امام و امامزاده میذارن چرا این آیات سودی نداره؟ با این همه آیات برای که روش تعمل نمی روش تفکر نمیکنن روش تدبر نمیکنن. قل انذر و ماذا في السماوات والارض و ما تغنی الآیات والنظرو عن قوم لا یؤمنون کسانی که برای اولین بار این آیات اونها رو مخاطب قرار داد کسانی بودند که دست اینها رو از درههای عمیق جاهلیت گرفت و به قله عزمت انسانی رسوند لیکن در ظرف 23 سال چنین این را تربیت کرد لیکن اون محیط و اون جامعه عموماً شناخت علمی زیادی راجب آسمان ها و زمین نداشت بسیار محدود بود اما روشندلان متفکران مفسران یک حقیقت مهم اشاره میکنن و اون حقیقت بسیار مهم اینه که این کائنات یه زبانی داره برای همه بشری بین فطرت بشری و بین این هستی که من شما درش زندگی میکنیم یک زبان گویا بسیار گویا وجود داره مخفیه شما وقتی یک کار خیلی میکنید میبینید قلبت پر از شادی میشه مثلا عرض میکنم یا پاداشتو رو چند برابر میبینید هیچ کسی به شما این حرف رو نمیزنه لیکن بسیار گویاه شما میفهمیدش یه ظلمی میکنید گرفته میشید حالتت گرفته میشه پکر میشید عصبی میشید در خانواده ناراحت میشید یه مصیبتی برات میاد هیچ کسی بود حرف نزده لیکن این حرف گویاه این زبان مخفی بین فطرت بشری و بین این کائناتی است که در خداوند من, من شما رو درش قرار داده ورزا فطرت انسانی وقتی بیدار بشه وقتی هوشیار بشه بسیار زبان این کائنات رو میفهمه این زبان بسیار گویای غیر ناطق و کار توحید کار خداشناسی کار رسالت بیدار کردن این فطرته و چنان انسان پیشرفت میکنه که حد حدود نداره و رضا بعضی صوفیه خودشون رو گم کردن خودشون رو خدا کردن و شیطان در هر لحظه در کمینه پس کار توحید و رسالت بیدار کردن این فطرته کار امام تراشی و همه ادبیات باورهای شرکالودش مثل همه روحانیت های دجال چه ادیان و سابق چه حاضر تخدیر این فطرته تخریب این فطرته ولده اسلام دین فطرته دین سرشته روش قرآن در تکوین اندیشه اسلامی تصور اسلامی ایدولوژی اسلامی جنگ و جدال های مذهبی نیست روش معتزله نیست که با منطق یونان بیان به اسلام و بزرگترین فتنه را ایجاد کنند که حتی در این میدان هم شیعیان وارث معتظره اگرچه خود معتظله اندر عقلی به قول استادمون شیقتی سالم که رحمت خدا بر او و بر همه استادان بنده باد می گفت که معتظله قوی ترین قوی, ترین قوی ترین مذهب عقلی منتصبه به اسلام ولی چه فتنه هایی بپا کردن روش قرآن اینجوری نیست جدال عقلی نیست به جدال عقلی جدال خشکه قلب و تکون نمیده و قرآن نه بلکه عقیده اسلامی رو همراه قلب همراه با عشق چشم همراه با فکر اینا رو با هم رشد میده بسیار بر مثال آسمان ها و زمین تکیه میکنه همش دعوت به این میکنه که به این کائنات توجه کنید نظر کنید هم با قلبتون هم با عقلتون هم با چشمتون هم با گوشتون و بدون اینکه راجب هیچ توازنشون رو به هم بزنه یا افراد یا تفریتی بکنه بدون اینکه این کائنات با این عظمت و خدا قرار بده که تاثیر خدا رو در انسان داشته باشه همچنان که مادیون کوردل که این کار رو میکنند و اونو تازه مذهب علمی هم میدونند همه نظام های اجتماعیشون رو بر این بنا کردند سوسیالیسم علمی رو بر این مبنا بنا کردند باید. چند سالی بیشتر دوام نکرد بلکه هم علم صحیح و هم ایمان از چنین زندقه های پاک و مبراست مادیون کردل ماده و طبیعت را به جای خدا نشوندند همه صفات خدا را بهش دادن این همین کارو بلکه بدتر از این کارو که همراه با, با, با فریبکاری و مکر روباهیت و دینان خرافی امام تراش با ولایت تکوینی و ولایت مطلقه خود به امامانشون امامان مجعولی را که خود اصلا چون ادعایی نکردن همین سفات بهشون دادن تا ابزار قدرتشون میشن و با این تقدس معاوی هر که حرف زد کشتنش چرا چون میدوند که, که،, که مکره فریباشون رو فهمیده و این مکره بزرگیه بخصوص که تشیع و تصوف مبناش بر جهل و نادانی پیروانشه نظر و اندیشه به آسمان ها و زمین یعنی عالم الوی بخصوص نه نمورد پرستی نه ناتوازی امام زمانی که در جالان امام تراش مردم رو به این چیزا مشغول کردن تأمل در آسمان ها و زمین هم قلب و هم عقل و تغذیه میکنه ایمان رو قوی تر میکنه و احساسات انسان رو حساستر میکنه خودشو با این, با این کائنات انسان همگون میبینه همه رو در یک مسیر میبینه ورزا تعاطفش با این کائنات چنان میشه که پیامبر اکرم علیه السلام میفرماد که این کوه احد ما رو دوست داره ما او رو دوست داریم ای. این سنگ خارا ولی ببین انسان وقتی که راه و پیدا کرد همه چیز باش دوست میشه سنگ خارا کوه سرسخت هم باش دوست میشه وقتی انسان در آسمان ها و زمین تعمل میکنه همه اینها بهش الهام به وجود خداوند متعال میکنه الهام به جلال و خداوند به تدبیر و خداوند به سلطان خداوند به حکمت خداوند به علم خداوند همه اینها به یک منبع میرسه زمان جلوتر میره انسان هر جلوتر میره خداوند یه پرده ای از علم و و ما, ما اوتیتو من علمه علم الا قلیلا جوز اندکی از علم یعنی همه علم بشریت از گذشتگان تا قیامت الا قلیله ولی خداوند پرده ای رو باز میکنه اجازه میده که یک کشفیاتی متولد بشه به قول استادمون شیخ شعراوی رحمت الله علیه معارف علمی انسان رشد میکنه هر چی جلوتر میره اگر چنین انسانی مؤمن به خدا باشه متنور به نور خداوند باشه در پهلوی این معارف علمی ایمانش قوی تر میشه این معارف این اندیشه ها این کشفیات که نتیجه تعمور در این هستی است ایمانشو قوی تر میکنه با این کائنات بیشتر اونس میگیره بیشتر میشناسدش بیشتر باش استجابت میکنه و جاربتر از همه اینه که همراه با همه این کائنات تسبیح خداوند میشه الله اکبر و این من شیئن الا یسبحو به همده و لا تفقهون تسبیح هم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح گوی خداونده لیکن شما تصبیح شما نیم فهمید هر چی دور تو که میبینید اون موقع چونی تسبیح خداوند انسان رها کنه بره هیس هیس بگه اج اج بگه علی علی بگه ایسا ایسا بگه غیر خدا رو بخونه بازی های کشیش و خاخام و روحانی تا شیعه اینا رو در بیاره تصبیح تس... تسبیح اینها رو کی میفهمه؟ کسانی که قلبشون متصل به خداونده اما این کشفیات علمی، این پیشرفت های علمی و دا پیشرفت دانش، اگه همراه با ایمان نباشه، همراه با نور ایمان نباشه، بر شقاوت انسان میابزایه. روز روز انسان بدبختر میشه. روز روز انسان از خدا دورتر میشه. ولذا وما تغني الآيات و, و عن قوم لا يؤمنون آیه ها و انزار ها از قومی که ایمان ندارن بینیاز نمی کنه اونها رو یعنی وقتی قلب ها قفل باشه عقل ها منجمید باشه وسائل استقبال انسان که عقل و هوش و چشم و گوش باشه بسته باشه یعنی متعصب باشه یعنی شکار آخوند و کشیش و خاخام شده باشه انسان به طور کلی از این کائنات محجوب میشه تسبیح اونها رو که نمیشنوه هیچی حتی زبانشون هم نمیفهمه رضا روش قرآن در شناخت حقیق خداوند الوهیت حقیقت عرفان این کائنات این یکی از بهترین راهاشه نه افتراها و دروغ هایی که مثل امامت و امام زمان و غیر زارک و قبر پرستی و سینه زنی و زنجیر زنی و غیر خدا خوندن که درست کردن اینا راه خداشناسی که نیستی که راه شیطان شناسیه هر بدعتی به راه شیطانه کل بدعت ضلاله و کل ضلاله تن فی النار و روش قرآنی اینه که وجود خدا رو مورد جدل و بحث عقلی قرار نمیده بلکه اون از خلال نعمت‌هاش، از, قلال خلال هستیش میشناسانه بلیزا آثار وجود نگاه میکنه همه میگن راجع به خدا هر چه فکر کنی جایی نیبرسی لیکن نعمت‌هاش نگاه کن آثارش رو نگاه کن ولی سرابش قرآن اینه که خدا من خالق این هستی است خالق انسانه ولذا از هر کسی دیگه به انسان آگاه تره رحیم تره مهربان تره چو سانه سنت خودشه و به کل این هستی نه امام های زورکی که آخوند به جای خدا گذاشته کشیش ایسا رو به جای خدا گذاشته بزرگان و صوفیه بعضا شیخ های خودشونو هیچ کن. این همه مخلوق هم. و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسس به نفسه ما انسانو خلق کردیم و اساسه نفسشو میدونیم و رسا فطرت بشری ذاتا نیاز به دین داره نیاز به تدیون داره نیاز به اعتقاد به خداوند داره ورزا وقتی که این فطرت بیدار میشه مستقیم میشه در اعماق خودش راه به یک خدا را پیدا میکنه یک احساس قوی بر وجود خداوند یکتا میکنه ولی وظیفه عقیده اسلامی و عقیده درست این نیست که این احساس رو ایجاد بکنه این وجود داره این احساس رو بیدار بکنه بلکه در, در فطرت انسان وجود داره فقط تصورش رو درست بکنه تصور انسان رو به خداوند که اکثرا غالیان مشرک فاسدش کردن در ادیان متعدد خداوند حق بهشون آشنای توضیح بده خداوندی جز خداوند نیست حقیقت خداوند و صفاتش و اسماعش و و مقتضیات خداوندی رو ربوبیت شو قیمومیت شو علم شو دانش شو حاکمیت شو تا اینکه مردم گرفتار شرک و ضرارت نشند و اینکه انسان در حقیقت وجود الهی شک بکنه یا انکار بکنه یا بزرگان رو شریک بکنه خودش دلیل بر یک اختلال بزرگی در کیان بشری میکنه در اینکه وسایل ادراک رو تعطیل کرده و این بیداری این خواب رفتن این گمراهی این تعطیلی وسایل ادراک با جنگ و جدال درست نمیشه بلکه با اندیشه و تفکر و فهم قرآن درست میشه و کار خرافیان و غالیان امام تراش و امام پرست و ایسا پرست و ازیر پرست در روحانیت های متعدد تعطیل کردن شعور و احساس و عقل و قلب انسانی است و این کائنات همه این کائنات مسلمانه مؤمنه تسبیح گویه مسلمانی یعنی چی؟ یعنی تسلیم خداست فقط تسلیم خداست تسلیم کس دیگه نیست مشرک نیست مثل در جالان مده تشیع که خربوزه رو به ولایی و غیر ولایی تقسیم میکنند که آقا این خربوزه شیعه اون سنی و نمیدونم چی چیه مسخره کردن مردم همه این کائنات تسبیحگوی خداونده تسلیم خداونده مسلمان خداونده خالقشو رو میشناسه خاضع به اونه او رو میخونه تسبیحگوی اوست در همه چیز جز بعضی از انسانها و جنها ها اون هم بخاطره که بهشون اختیار داده شده ولی واقعی کائنات همش بر طبق نمامیس فطراتی که خداوند مقدر کرده مستقیمه. تسبیح گویه. اما انسان نه. انسان و جن چون از اختیار خودش با اجازه خداوند استفاده میکنه. هر را استفاده میکنه. خداوند بهش اجازه داده. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه محمد و علی آله و صحبه اجمعین اگر خدا فرصتی داد این موضوع انشاءالله بعد در جلسه بعد ادامه خواهیم داد